شبتان بخیر خوش آمدید به این برنامه یه پس از خبر میزبان این برنامه من بیشن آریان هستم در طول پنج ماه کاری که کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی انجام داد دو بسته به حکومت افغانستان تسلیم کرد گفتم میشه این کمیسیون کار خود را با موفقیت به پایان رسانید پرسشی که مطرح میشه چقدر به موارد پیشنهادی کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی عمل شده و با رد شدن فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی آیا آغاز روند اصلاح نظام انتخاباتی با چالش مواجه نمیشه؟ برای بحث بیشتر در این مورد اینجا آقای سیدقلو توحیدی سابق معاون کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی در استیو با من هستن خیلی خوش آمدین آقای توحیدی من ارزه سلام خدمت شما و بیننده های محترم آریانا نیوز دارم میخوایم به عنوان نخصی سوال بپرسم که پس از یک ماه شما بررسی هایی را که داشتین بسته اول را به حکومت تقدیم کردین تقریبا چهار ماه قبل حالا محتویاتی را که بسته اول داشت چه مواردی بود؟ دقیقا بر اساس فرمان رئیس جمهوری افغانستان کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شد که متشکل از 13 عضو افغانی و نماینده دفتر یوناما در کابل با عنوان عضو ناظر بدون حق رای شرکت داشتند در نخستین مرحله کاری این کمیسیون یک بسته پیشنهادی با حکومت ارائه شد که شامل ده مورد بود این موارد اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان بود که پیشنهاد ما و اکثریت با دو سال اعضای کمیسیون این بود که نظام سین تی یا واید غیر قابل انتقال یک نظام متروک است فقط در یکی دو جزیره در ژاپن و در یک کشور دیگه که بسیار جمعیت کم دارد عملی می شود و از جانب دیگر سیستم رای واید غیر قابل انتقال آرای بیشتری رضایی می کند به همین خاطر وکلای پارلمان کنونی مجموعا 38 تا 40 درصد آرا را گرفتن آمدن وارد پارلمان شدن در حالی که بسیاری از آرا زایی شدن بحث دیگه هم این بود چون این نظام متروک است و این نظام مشکل دارد میزان تقلب در چنین نظام انتخاباتی بیشتر است به این خاطر پیشنهاد ما این بود به دولت افغانستان که نظام انتخاباتی افغانستان به نظام موازی یا مختلط تعویض شود در نظام موازی و مختلط احزاب سیاسی ائتلاف احزاب سیاسی و کاندیدان مستقل طور شرکت میکنند که برای احزاب سیاسی کل کشور یک حوزه انتخاباتی خواهد بود و برای ائتلاف اعاب سیاسی هم کل کشور یک حوزه انتخاباتی اما بر کاندیدای مستقل و منفرد هر ولایت مثل سابق یک حوزه انتخاباتی پیش بینی شده بود که در چنین یک نظام یک سلس از از کرسی های مجلس اختصاص به احزاب سیاسی داده میشد دو سلس دیگه هم برای کاندیدای مستقل بحث ما این بود که اول اعضاب سیاسی وارد پروسه انتخابات شوند که یک عملی سیاسی است دوم این که اعضاب سیاسی مجبور شوند در یک رقابت سرتاسری شرکت کنند و از حالت قومی و حالت سمتی بیرون شوند به حالت ملی وضعیت اعضاب سیاسی مبدل شوند اعضاب سیاسی مجبور شوند به ولایات مختلف علاقه‌مندان خودشان را داشته باشند و اعضای خودشان را و همچنان خود چنین یک نظام سبب میشه که پارلمان از یک تشکل بهتر در داخل برخوردار باشه چند از سیاسی وارد میشن گروپ های پارلمانی تشکیل میدن کاندیدای مستقل یا گروپ های پارلمانی خودشان را ایجاد میکنن یا شامل گروپ های پارلمانی از سیاسی میشوند و حالت کنونی پارلمان نمیداشته باشیم که 248 نفر هر کدام به فکر خودش عمل میکنن افغانستان با به یک نظام انتخاباتی افغانستان سبب میشه تا سیاسی رشد کنه پیشنهاد دوم ما در مورد حوزه‌های انتخاباتی بود بر مبنای نشستهایی که ما در مرحله اول کارمان داشتیم با نهادهای جامعه مدنی، با شورای ولایتی، شورای علما، متنفذین سیاسی، رهبران سیاسی و جوانان و نهادهای مدافع حقوق زنان یک، یکی از خواستهایی بود که حوزه‌های انتخاباتی حوزه به سطح ولایت است و بسیاری رابطه خوب بین معکل و وکیل وجود ندارد. لحاظا ای باید این اوزا باید یک مقدار کوچک شود که در این مورد پیشنهاد ما بود که ها میشه کوچک شود اما از پنج کرسی نباید کمتر باشه هر حوزه انتخاباتی ولایات کرسی های بیشتر دارن مسئله سوم هم فیرست رای دهندگان بود مطابق قانون انتخابات فهرست رای دهندگان یعنی ثبت نام رای دهندگان قبل از برگزاری انتخابات باید انجام میشد که در تمام انتخابات های گذشته افغانستان چنین کار صورت نگرفته یعنی یک تخلف آشکار از جانب کمیسیون مستقل انتخابات بوده به صورت هر کس به هر حوزه که خواسته همون روز رای کرده رای داده بعدش به مرکز رای دهی دیگر رفته هیچ کس نفهمیده که به کدام مرکز رای دهی باید حتما مراجعه کنه و رای بده و این خلاف قانون انتخابات بود ما تاکید ما بر این شد که فهرست رای دهندگان قبل از برگزاری انتخابات یعنی راجستر رای دهندگان آماده شود ثبت نام صورت بگیرد ثبت نام بر اساس تذکره تابیت صورت بگیرد اگر او از هموطنان ما تذکره تابیت ندارند یا خانم هایی که در افغانستان تذکره تابیت ندارد کمیسیون مستقل انتخابات در طرز راهکار دیگری بر ثبت نامشان پیش بینی کنه و بر اساس او راهکار رای دهندگان قبل از برگزاری انتخابات باید ثبت نام شود و یک دیتابیس از رای دهندگان باید در افغانستان وجود داشته باشد که در کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز وجود ندارد حالا از این مواردی که شما اشاره کردین چه مواردی رد شده است ا... حکومت ا... افغانستان عرض این است که ما همچنان مراکز رایدهی را پیشنهاد کردیم که قابل دسترس باشه بر معلولین، بر زنان، بر کهنسالان مراکز رایدهی جایی باشد که مردم برای رفتن به مراکز رایدهی امکاناتش را داشته باشند در مورد ترکیب کمیته گزینش هم ما پیشنهاد کردیم که کمیته گزینش گذشته کارایی لازم نداشته پیشنهاد ما این بود که در ترکیب کمیته گزینش تغییرات لازم به وجود بیاید و یه شامل فرمان تقنینی شد و نهادهای مختلف شامل که شد که نهادهای جامعه مدنی و نهادهای دولتی در این کمیته نمایندگانشان را داشته باشند مثلا نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر نماینده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نماینده برد تعینات خدمات ملکی یک عضو از اعضای استر محکمی افغانستان نماینده نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات میخوایم تاکید کنم که دوستانی یک شکایت داشتن اونا باید متن فرمان تقنینی را میدیدن که نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات یعنی نهادهایی که کارشان فقط مشاهده از روند انتخابات در افغانستان یعنی افراد شوکی مرتبط نبودند کسانی که شاکی بودند متاسفانه و روند ایجاد کمیته گزینش با مشکل مواجه کردن شامل نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات نمیشدند ما در افغانستان نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات شناخته شده داریم مثل فیفا مثل تیفا مثل ایوا و که این سه نهاد دقیقا ایوا که چهار نهاد که دقیقا کارشان نظارت از انتخابات و مشاهده روند انتخابات است که شامل شبکه اکسین بودن و نمایندهشان معرفی کردن و همچنین یک نفر از نهادهای منت... یک عضو منتخب از نهادهای ای که شامل اتحادیه و انجمن‌ها و فدراسیون خبرنگاران میشد که این کار هم صورت گرفت یک نفرم از یک عضو منتخبم از نهادهای مدافع حقوق زنان این این ترکیب برخلاف ترکیب گذشته بود در ترکیب گذشته رئیس مشران جرگه رئیس ولسی جرگه رئیس کمیسیون مستقل حقوق اندخ... بشر رئیس استر محکمه و یک نفر از جامعه مدنی اعضای کمیته گزینش یعنی همه حکومتی بودند تقریبا همه حکومتی جز یک نماینده از جامعه مدنی ما یک توازن را ایجاد کردیم که نادهای نمایندگان نادهای دولتی و جامعه مدنی با هم همکاری کنند و یک فرست خوب با میارای بلند را آماده کنند یک فرست 21 نفره را به خاطر کمیسیون مستقل انتخابات و یک کمیسیون یک لست 15 نفره را به خاطر کمیسیون شکایات انتخاباتی و رئیس جمهور از میان لست 21 نفر هفت نفر را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کنن و از لیست 15 نفر 5 نفر هم به کمیسیون شکایات انتخاباتی حالا البته رئیس معاون و نائب توسط خود اعضای کمیسیون انتخاباتی تعیین شود ما باور ما به این بود که ما تجربه خوبی از ای که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات توسط رئیس جمهور تعیین شود یا از این در گذشته نداشتیم به همین خاطر پیشنهاد ما این بود که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برای دو سال شش ماه توسط اعضای خود کمیسیون انتخابات تعیین شود دو سال شش ماه بعد باز انتخابات مجدد صورت بگیرد همچنان ما پیش بینی کردیم یک پیش بینی دوره ای را که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات چند نفرش برای سه سال باشه چند نفرش برای چهار سال باشه که تبادل تجربه شود تعداد بچه ها تازه و جوانان مستعد وارد رهبری انتخابات افغانستان شود همچنان بر کمیسیون شکایت انتخاباتی هم دو نفر بر پنج سال پیشنهاد کردیم بیاین و سه نفر هم برای سه سال و در مجموع کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی باید ایجاد شود کمیسیون ولایتی شکایات که موقت می باشد اما مرکزی می باشد سهم زنان را 25 فیصد هم در شورای ولایتی گفتیم قبول و بر اساس حکم قانون اساسی که تبعیض مثبت پذیرفتند هم در شورای ولایتی و همچنان بر خاطر حل منازعات دو تا کمیسیون به اتهاماتی که علیه اعضای هر دو کمیسیون وارد میشه پیشنهاد ما در مرحله اول بود که کمیته شفافیت ایجاد شود که کمیته شفافیت یک نماینده از سر محکمه یک معاون لوی والی و از کمیسیون مستقل حقوق بشر و امینا بود اگر خیلی کوتاه اشاره توهیدی. در ولو... مجموع از این چند ده مورد, مورد، از این ده مورد هفت مورد را به صورت کل رئیس جمهور افغانستان پذیرفتند و شامل فرامین تقنینی کرد پس سه مورد رد شد سه مورد به خاطر بررسی بیشتر و تطبیق عملی و حقوقی از دوباره به کمیسیون فرستاده شدند که اثر بررسی شود او سه مورد شامل نظام انتخاباتی بود شامل حوزه‌های های انتخاباتی بود و کمیته شفافیت بود. بس حالا برای اساس بسته دوم را هم شما پیشنهاد کردیم در بسته دوم ما در سه بخش پیشنهادات ما را آماده کردیم اولین بخش امی سه مورد ارجایی بود در سه مورد ارجایی که بررسی هایی که صورت گرفت در مورد نظام انتخاباتی البته نظام موازی انتخاباتی یک نظام معمول است که در بسیاری از کشورها وجود داشته و کمیسون به این باور است که این نظام هر نظام انتخاباتی عیب و حسن خودش را دارد اما این نظام چون در بسیاری از کشورها معمول است عیبش کمتر است نسبت به حسنش اما ما روی یکی از نظام های دیگه انتخاباتی هم تحقیقات و بررسی خودمان انجام دادیم بیش از نظام های انتخاباتی بیش از سی کشور مورد بررسی قرار گرفت و کمک ملل متحد و متخصصین داخلی و بین المللی و پیشنهاد ما در مرحله دوم که فرستاده شد سپرده شد به حکومت هم نظام انتخاباتی است و هم نظام انتخاباتی نمایندگی چند بودی یعنی هم موازی و هم چند بودی بله ده ب... حکومت مخیر است که از این دو نظام هر کدامش را که بالا افغانستان صلاح میدانن قبول کنن نظام انتخاباتی را در نظام موازی پیشتر عرض کردم اما در مورد نظام انتخاباتی چند بودی ما چند حسن خوب داریم یکی که آرایش قومی که در پارلمان است بر هم نمیخوره نمایندگی جغرافیایی بر هم نمیخوره هیچ کس ادعا کردن نمیتونه که یک بخش از کرسی ها را اختصاص دادن به عذاب سیاسی که نمیدانم جنگ سالار هستن یا چی هستن یا نیستن در نظام چند بودی هر ولایت یک حوزه انتخاباتی است و در این ولایت هم عذاب سیاسی شرکت میکنن هم ائتلاف عذاب سیاسی میتوانند شرکت کنن هم کاندیدان مستقل که شامل یک لست میشوند یعنی شامل یک لیست می شوند و مشترک مبارزه انتخاباتی می کنند می رقابت کنند و هم کاندیدان مستقل با تاکید این مسئله که سهم زنان بر اساس حکم قانون اساسی دقیقا محافظت میشه و زنان به صورت سیستم کوتا یا تعویز مثبت چوکی های کرسی هایی را که دارند در پارلمان می گیرند اما در, در چنین یک نظام میزان چون آرا ترانسفر میشه میزان زایات آرا بسیار پایان میه دومی که کاندیدای مستقل هم که در یک لست میان سبب ایجاد یک رابطه بین از اینا میشه و کاندیدایی که در لست احزاب سیاسی هستن هم شامل یک, یک گروپ سیاسی میشن هر کدام از اینا که وارد پارلمان شوند به سادگی میتونن گروپ های پارلمانی خوب را ایجاد کنن و پارلمانی که امروز ما متشدد و پراکنده داریم مبدل به پارلمان منسجم دارای یک فکر و برنامه ها باشن و همچنان زمینه را برای احزاب سیاسی مثل نظام موازی ایجاد میکنه که اینا وارد رقابت های سیاسی شود یک سره سیاسی منتظر از این نباشند که انتخابات ریاست جمهوری چی وقت میشه که با کدام یک از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ائتلاف کنند خوب است که اینا در پارلمان باشند برنامه هایشان را ارائه کنند در زمینه قانونگذاری و نظارت از عملکرد حکومت سهم فعال داشته باشند در نظام نمایندگی چند بودی سطح زایات آرا به مراتب کاهش پیدا میکنه و اعتماد مردم نسبت به پروسه انتخابات بیشتر میشه چیزی که در حال حاضر اعتماد مردم نسبت به انتخابات در سطح بسیار پایینش قرار داره و همچنان رقابت از طریق نظام ام دی سبب میشه که گروه ها مثلا گروه های خوبه سیاسی را ما باشیم در پارلمان یا بیرون از پارلمان که مبارزات ادامه بده بله پس حالا سوال دیگه یک مطرح میشه رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان آقای نورستانی ضمن از اینکه کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی را غیر مشروع و غیر قانونی میخوانه میگه که در مصاحبه ویژه یک و نیوز داشت میگه که من انتخابات آینده افغانستان را هم مدیریت خواهم کرد من میخواستم که صحبت ما تمام بکنم که ما بعد به این مسئله میبینیم که ما دو گزینه را در مورد نظام انتخاباتی پیشنهاد کردیم حکومت افغانستان میتوان از این دو گزینه هر کدام را به صلاح افغانستان میدانه یا نظام انتخاباتی موازی یا نظام نمایندگی چند بودی را انتخاب بکنه در مورد اوضاع انتخاباتی در پیشنهاد دوم ما این است که کرسی های ولایاتی که زیاد است میتونه در داخل ولایت به اوزای کوچکتر تقسیم شه اما هر حوزه از پنج کرسی نباید کم باشد چرا اگر هر حوزه یک کرسی داشته باشد احتمال ناامنی احتمال کشته شدن نامزد برنده و اینا وجود داره و دیگه این که ممکن است بر اساس آمار نفوس ما نتانیم که نمایندگی تمام مردم را تامین کنیم در مورد نهادهای انتخاباتی پیشنهاد ما این بود که کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات با هم یک نوع رابطه کاری مستقیم داشته باشند یعنی در حال حاضر ندارن ن... یا دورای ن... گذشته ندارن. ندارن در گذشته ها مستقلانه کل کارشان جدا بوده اما در این مرحله چون در ماده 156 قانون اساسی افغانستان اداره و نظارت را از مسئولیت های کمیسیون مستقل انتخابات دانسته و هیچ صراحت در مورد کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود ندارد با وجود که در فرامین تقنینی و قانون انتخابات قانون تشکیل سالت کمیسیون انتخاباتی چون این کمیسیون پیش بینی شده اما این رابطه از این حال یک قدم برداشته شد تا یک رابطه کاری بینشان با وجود بیاید مثلا اینا در اعلام تقویم انتخاباتی جلسه مشترک بگیرند در صورتی که به فیصله های کمیسیون شکایت انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات قناعت نداشته باشد جلسه مشترک برگزار کنند و نز... به یک نتیجه واحد برسند در صورتی که علیه اعضای هر دو کمیسیون شکایت صورت میگیره و اعضای کمیسیون های انتخاباتی متهم به سوی استفاده، جعل، تقلب، تزویر و جرایم انتخاباتی میشوند اینا هم این خودشان جلسات مشترک بگیرن تا بررسی یا اعتراضات علیه اعضای کمیسیون درست است یعنی و سایر مسائل که اینا خودشان نیاز بر جلسات مشترک ببینید جلسات مشترک بین هر دو کمیسیون انتخاباتی جدا مواجه است و باید باشه چون فرصت ما خیلی کم است آقای توحیدی اگر به سخنوی آقای نورستانی هم بپردازین آقای نورستانی ایجاد کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی را غیر مشروع خواندن و میخواین که آی... انتخابات آینده افغانستان را هم مدیریت کنند من فکر می که خوب است که ای را وقت کرده این سوال در وقتی کردین که ما پیشنهاد ما را میخواستم عرض کنم که ما پیشنهاد ما ایجاد محکمه اختصاصی انتخاباتی بود و هست اگر حکومت افغانستان این پیشنهاد بسته دوم پیشنهادی این بار بپذیرند محکمه اختصاصی انتخاباتی به خاطر است که اگر کسی از اعضای کمیسیون متهم به تقلب به جرایم انتخاباتی میشه ادعا نکنه که ما خوب انتخابات برگزار کرده او باید مجازات شود و باید به دادگاه کشیده اما آقای نشاره. نورستانی چندین بار این, این در حال حاضر آقای نورستانی به نظر ما کار خودشان غیر قانونی است به این دلیل وقتی نتوانستند انتخابات را درست مدیریت کنند حالا دخیل در تقلب های گسترده هستند یا نیستن بحث شده است. اما عدم تواناییشان در مدیریت انتخابات به همگان معلوم است اینا اخلاقا باید استعفا میدادن نه اینکه کمیسیون اصلاح انتخاباتی که بر مبنای حکم رئیس جمهور ایجاد شد و بر مبنای حکم رئیس جمهور کارش پایان یافت غیر قانونی قلم داد پس بر اساس آقای توحیدی چقدر از موارد را که شما یادآوری کردین حکومت وحدت ملی حالا او را پذیرفته و عملی کرده حکومت وحدت ملی و مورد را پذیرفت که در فرمان تقنینی اردو اما از این سی پیشنهاد دیگه دا از این سی, سی پیشنهاد عرض کردم که نظام تا هنوز ما تازه با رئیس جمهور ندیدیم بسته دوم را تسلیم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی کردیم امیدوار هستیم در دیدار که قریب با رئیس جمهور افغانستان خواهیم داشت مطمئن شویم که بسته دوم پیشنادی هم حکومت افغانستان میپذیرند و نخستین گامی که برداشته شد صدور فرامین تقنینی بود در این هر مورد و همچنان ایجاد کمیته گزینش بود که ما امیدوار هستیم کار کمیته گزینش چه زودتر آغاز شود در حالی که ایجاد شده و نباید از این بیشتر معطل شود در مورد دسته دوم پیشنهادی بحث محکمه اختصاصی است که عرض کردم زمان رسیدگی از سوی محکمه است که محدود است اما در جرایم انتخاباتی شامل سه مرحله روند قضایی می شود بحث ایجاد سارنوالی اختصاصی است باور ما به این است تا زمانی که متقلبین انتخاباتی مجازات نشوند به دادگاه سپرده نشوند تقلب انتخاباتی ادامه خواهد یافت به همین خاطر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی 68 مورد جرم انتخاباتی را جرم انگاری کرده و معایدات و مجازاتشان پیش بینی کرده و پیشنهاد کرده به حکومت که شامل قانون انتخابات شوه و محکمه انتخاباتی بر اساس همین قانون انتخابات حکم کنند در مورد کمیسیون رسانه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات هم که خواست بسیاری از خبرنگاران بود و نشست که ما در نه حمایت کننده رسانه آزاد افغانستان قبل از این داشتیم تقاضا این بود که این کمیسیون یک کمیسیون دائمی طویل مدت باشد اعتبار نامه توسطی کمیسیون آماده شود بعد از تصویب کمیسیون مستقل انتخابات به رسانه ها در جریان انتخابات داده شود بحث نظارت از مبارزات انتخاباتی از طریق رسانه ها توسط این کمیسیون به بر دقت برنامه ریزی شود و خاطر پیشنهاد ما این است که اعضای کمیسیون رسانه کمیسیون مستقل انتخابات که بر مبنای قانون انتخابات توسط کمیسیون و مستقل انتخابات ایجاد میشه سه نفر باشن اما به صورت دائمی اما در دوران انتخاب بر چهار سال اما در دوران انتخابات اینا میتونن کارمندای موقت داشته باشن از ادارات دولتی قسمی که در بسته اول آمده بود اما قیت بودی سوال دیگری که حالا مطرح میشه مجلس نمایندگان کشور پارلمان افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور را که در مورد اصلاح نظام انتخاباتی بود را رد کرد این مورد چقدر من فکر می کنم که من همدان و قصدن می این موارد را عرض کنم که بیننده های محترم تلویزیون آریانا نیوز متوجه شوند که ما چه مواردی را پیشنهاد کرده بودیم و وکلای محترم پارلمان چه موارد را رد کردند مگر امین و کلا نبودن که می گفتن انتخابات سال 2014 مملو از تقلب بود مگر اینا دهها بار کمیسیون های مستقل, کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به تقلب و دست داشتن در تقلب نکردن وقتی که فرمان تقنینی که روند اصلاحات را آغاز میکرد کرد به اینا فرستاده شد بدون از ای که بررسی دقیق کنند بدون از ای که ببینند پنج ماه دوازده سیزده نفر پیوسته با روز جمعه و روز رخصتی ها کار کردند بررسی کردند موارد را پیشنهادیشان شامل فرمانهای فرم، فرمان های تقنینی شده چگونه اینا یک سره به صورت اتفاقی به این رای رد دادند پس برای اساس فکر نمی که من اصلاحات حالا با چالش رو شد من فکر می کنم که اول خو مکالای محترم پارلمان باید توجه می و می‌خواندند چیزی که برشان رسیده بود یعنی <applause> اونا ناخوانده کردن باور این است که اکثریت وکلا با وجود که رئیس کارت سرخ دادن این موارد را نخواندن اگر میخواندن در حقیقت رایشان حتمی بود اگر به اصلاحات معتقد بودن. اگر به ادامه تقلب معتقد بودن درست است که باز رای رد میدادن اما در مورد قانون تشکیل صلاحیت و وظایف کمیسیون انتخاباتی هم اینا به صورت اتفاقی رد کردند که ما بسیار متاثر شدم امیدوار هستم بار دیگه که قانون اگر به اینا, اینا با دقت بیشتر به این مسئله نگاه کنن و مواردی که در فرمان تقنی نیست به صورت جدی اول بخوانند بعد رأی بدن در موارد قانون انتخابات بیشتر متعجب شدم قانون انتخابات بر مبنای ماده 109 قانون اساسی وکلای محترم میشنوند در سال آخر کاری پارلمان طرح تعدیل یا تعدیل و ایزاد قانون انتخابات نمیتونه در فهرست کاری شورای ملی وارد شود اینا اصلا نباید ایره شامل اجندا میکردند. یعنی از صلاحیت های خود بیشتر کار کردن اینا از صلاحیتشان بیشتر کار کردن به این دلیل که رای رد یا تایید میدادن اصلا اردوش به معنی چون سال آخر کاریشان چی که یک سال هم از کارشان گذشته یعنی یک سال از موارد قانون اساسی پیش بینی کرده لحاظ در این رایش تایید و رای, ردشان بسیار اثرگذار نخواهد بود با باور ما فرمان تقنینی که ماکان از قوت خودش برخوردار است اما در مورد قانون تشکیل و صلاحیت و وظایف کمیسیون انتخاباتی ما بسیار خاضانه از سناتورهای محترم در مشران جرگه تقاضا میکنم که لطفا این فرمان, تقنیل، فرمان تقنینی را به صورت جدی بخوانند و نگذارند که با یک رای عمومی و بدون بس به صورت اتفاقی روند اصلاحات انتخاباتی روند اصلاح ساختارهای انتخاباتی شامل کمشنران و مدیران ارشد انتخاباتی افغانستان میشود با مشکل مواجه شود و همچنان از جناب رئیس جمهور افغانستان تقاضا میکنم که باور ما از برداشت ما یعنی کمیسیون سابق اصلاح نظام انتخاباتی این است که بر مبنای ماده 109 قانون اساسی وقتی قانون انتخابات نمیتانه شامل اجندای شورای ملی شود در سال اخیر قانون تشکیل و صلاحیت و وظایف کمیسیون انتخاباتی هم نمیشه حالا اگر برداشت ما درست نباشه مطابق قانون که تفسیر قانون اساسی از های استر محکم است این مورد را جهت وضاحت بیشتر به استر محکمه بسپارند تا استر محکمه نظر خودش را رسما ابراز کنه که شورای ملی حتشکر. صلاحیت داشت این دو قانون را شامل اجندای کاری خودشان کنند در سال اخیر که یک سال هم گذشته یا خیر که در این زمینه ما توجه هم مجلس سنا را میخوایم من توجه رئیس جمهور را پس مورد که آقای تویدی گپ گفت های وجود نادر وجود داره که حالا توزیع شناسنامه های برقی هم قرار شروع شود چقدر این خبر درست است در بسته اول یکی از پیشنهادات ما توضیح تذکره الکترونیک بود ما امیدوار هستیم که افغانستان روز صاحب یک دیتابیس عمومی از نفوس و مردم افغانستان شود اما اگر آغاز میشه آغاز یک روند بسیار خوب و مؤثر است برای جلوگیری از تقلب در انتخابات افغانستان و در سایر مواردی که دولت نیاز داره به آمار و ارقام ما در بسته دوم افزون بر این تاکید پیشنهاد ما این است که بحث استفاده از ماشین های الکترونیک در ثبت نام رای دهندگان و همچنان در روز رای گیری هم توسط حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات مورد بررسی قرار بگیرد یعنی توزیع تذکری الکترونیکی در حال حاضر امکان داره چرا در مناطقی که اهل باور ما این است که توزیع باید آغاز شود اما توزیع تذکره الکترونیک قرار بررسی هایی که ما داریم از پنج تا ده سال را در بر میگیرد در انتخابات آینده پارلمانی بسیار بر ما موثر نخواهد بود اما برخی از اوضاع انتخاباتی را طبیعتا و در یک کلام چه باید شود خیلی کوتاه با... کمیته گزینش با... نباید کارش متوقف شود کار کمیته گزینش باید آغاز شود رد فرامین تقنینی از سوی پارلمان به معنی رد شو فرامین تقنینی از سوی شورای ملی نیست یک اتاق دیگه هم هست که باید این مثلا بررسی شود و در مورد اینکه آیا این شامل وارد اجندا می یا یعنی نه امیدوار هستیم که حکومت از استر محکمه رأی و نظرشان را خواست دارد خیلی خوش آمدید آقای سید الله توحیدی سابق معاون کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی و برنامه پس از خبرم شب ما هم در همین جا پایان رسید تا بعد الله thank mm -hmm. you